آقا سلام، ارادت، خیلی مخلصم. یکم یواش صحبت می‌کنم چون بقیه مهمونا خوابن. ما دیشب نراق تو این اقامتگاه خوشگل موندیم. حالا هم صبح می‌خوام راه بیفتیم بریم به سمت پل ورسک که تقریبا از اینجا 450 کیلومتر مسیر امروز رایت داشته باشیم. اگه به موقع رسیدیم و تونستیم تا سوادکو هم میریم، اگه نه همونجا میمونیم اون شب. و الان میخوام یه سری تجربیاتم تو این یه هفته تقریبا سفر رو بهتون بگم. سابسکرایب یادتون نره، این ویدیو رو هم لایک کنید. بریم سراغ تجربه. خب اول از یکی از مشکلاتی که دارم بگم، ما به خاطر وسایل زیادی که آوردیم که خیلی هاشم زیادیه و موتور سنگین شده، من مشکل با این کمک فنرا دارم که قبلش هم گفتم و میخوام بهتون نشون بدم چرا. دست انداز که رد میکنم داره به لاستیک آسیب میزنه این قسمت که خطرناکه. امیدوارم اتفاقی برامون نیفته، ولی این قسمت لاستیک الان داره آسیب میبینه. مورد دوم، یکی از بهترین چیزهایی که من برای این سفر گرفتم این کروز کنترل بوده که اگه نبود واقعا به قولی دستمون نابود میشد. یکی از واجب ترین چیزا برای سفر این کروز کنترل ها، حتما تهیه کنید. من از TFT گرفته بودم که لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم. خیلی عالیه کروز کنترل. خب الان توی این هفته سفر من حس میکنم باکس های بغلمون خیلی کوچیکه، این باکس ها، و تمام سنگینی رفته روی عقب موتور که این بده. اگه بتونم برگردم باکس ها رو بزرگتر میکنم، باکس های بغل رو، که سنگینی از عقب برداشته بشه. خب آقا اگه میخواید برید سفر، یکی از چیزهایی که بهتون حتما پیشنهاد میکنم بگیرید و زندگیتون عوض میکنه این بیس لیرهایه. به خاطر حالا خاصیت هایی که داره و نخهایی که توش استفاده شده، آبگوریزه، وقتی عرق میکنین میاد بیرون و آنتی باکتریاله. ما بعد از 6 روز و 1000 خورده کیلومتر سفر حتی یه ذره بوی عرق نداده و اگه این نبود نمیدونستم باید چی کار کنم. و این خیلی خوبه، خیلی به ما کمک کرده و خیلی هم نرم و راحت. زیر لباس موتور سواری عالیه. بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخواید سفر با موتور برید یا اصلا ورزشی سنگین کنید، این بیس لیر عالیه. من از لاریمو گرفتم که لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم. خیلی خوب بود، یعنی فاتی هم که انقدر حساسه رازش کرده. مورد بعدی هم خودتون رو گول نزنید. ما قبل از سفر میگفتیم که اصلا تو شب رانندگی نمی کنیم و فقط تو روز رانندگی می کنیم. تقریبا که نه، همه شب ها ما رانندگی داشتیم تو چه جاده هایی، و این پروژکتور ها خیلی به جونمون رسید. حتما از پروژکتور استفاده کنید برای تو سفر که فوق‌العاده عالیه، خیلی به قول کمک ما کرد و الان خیلی کثیف شده. همین وینشیلد جلو، هم آینه، هم بقیه جا باید تمیز کنیم بعد را بیافتیم. رونیز رو هم در تصویر داریم که از بچه های شیرازن و بلن ماشین آفرودی هم من دوست دارم. راستی خود نراق هم خیلی جای تاریخی و خونه های تاریخی داره که با حاله میتونید بیاد ببینید، ولی ما دیگه تایم نداریم، باید بریم به سمت شمال و تمیز کنیم و راه بیفتیم. آقا جاتون خالی، صابونه رو هم بزنیم و بریم سراغ ادامه سفر. جک دارید زیر موتور بزنید بشه زنجیر؟ نه والله، ما کاری اینا کنیم چون نیزیم مطمئن از دیمالاش کاری بکنیم. یه آچار دوازده همه میتونیم بدیم من کلاسی شنزیم کنم؟ که ما نمیدیم؟ من از شیراز میمارم. یه خورد کلاسی
400 اومده. نه 250. ای؟ دست فانه تا 250 که بیشتر. جواب گفتم حالا شاید غیر قانونی شده مثلا دوز پیست و اینا هست میتون بدش. نه. نه خوب است از سفر خسته نمیشی رو مثلا. خسته نمیشی ولی کم جون. چی؟ کم جونه. آ جون آره. آره تو تو سرعت خوبه تو سلیکش و وسایل اونم خیلی سنگین. چقدر مثلا الان هستی؟ 300 کیلو هستی کلا؟ هم دیگه با وسایل فکر کنم میشن 400 تا هستی 400 تا با خود موتور آره چا خودتون رو هم آره تقریبا هستی ولی گاز بده آقا یه دنیا بابل نداره راحت رو بکنیم ما برمیگردیم میرون خونه کاریش کنم سوسمالی میرم این از سوسمالی میشه کار داری میکنی که ماشینا ماشینا آره جنوتر هست جنوتر هست میکنی که ماشین هست آقا دم شما گرم بجازه بجازه بیدم آقا سلام خسته نباشم بسیار دیگم یه جک سوسمالی داری یه لحظه ما بزنیم آقا به موتور بیاد بالا زنجیر سرزن شدن خب ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که جک برای سرویس کردن زنجیر نداریم و با جک سوسماری یه بیاریم من خودم قبلش فکر کردم که موتور رو کج میکنم چرخ به چرخه خیلی موتور سنگین شده کج بکنیم نمیچرخه و به خاطر همین باید با جک سوسماری اگه بشه کار کنیم من نمیدونم چرا دستکش رو بردم دست نگاه رو دارم بشونم چرا خب دستکش میاری استفاده که هول شدم نمیدونم سریع میخواستم زود کار را بسه ولی خداشکر زنجیرم سرویس شد و موتور بزنید کیف کنید از علی احمدی لینکش رو دیسکریپشن میذارم بریم دستمون بشیم دوباره را بیفتیم ادامه مسیح راوند وان فایت خب آقا ما قوم رو رد کردیم یه کمی اومدیم اینجایی که نمیدونیم از این سوهان محمد بگیریم یا اون محمد یا اون محمد و اینا که ویدیوش خیلی وایرال شده بود و با صحبتی که با شما اسمتون محمده درسته یا نه؟ آقا محمد گل یه صحبتی که باش کردیم کلن مسیر عوض شد چرا؟ چون دو تا دلیل داشت یکی برای پرده و پسفرده یعنی پنجشنبه و جمعه اعلام بارندگی شده و جاده چالوس و فیروزکوه و اینا موتور ممنوعه ما باید بریم یه شب یه جا برسیم و مورد دوم خیلی داره اذیت میکنه من جاده سلفچگون و دلیجان رو تا حالا نیومده بودم و جاده خیلی آسفالت خوب باحال بود ولی آسفالتش بد بود موتور خیلی بالا پایین شد یه خط بد انداخته رو تایه و الان مشکل داریم مشکل داریم مشکل داریم باید بریم درست کنیم دیگه پول ورس کنسل شد به خاطر اینکه زنگ زدم به یکی از بچه‌ها علیرضا یا جیکوب گاراژ که احتمالا بشناسید لینکش رو دیسکریپشن میذارم باهاش صحبت کردم سر کمک قرار شد بریم اونجا کمک ها رو باز کنیم و موتور بیاد 2-3 سانت بالا و وسایل ما اگه شد کم کنیم که داره خطرناک میشه پس مسیر الان شد نوشهر برو بریم یه گرد و خاک و
بارونی اومد که اصلا یه تیکه گفتیم وایسیم تمیز کنیم دوباره راه بیفتیم. میگم موتور رو چی کار کرد؟ کلاه منو بگیر، پر گرد و خاک شد. وایسیم یه دور تمیز کنیم دوباره بریم به سمت نوشهر. من موتورم گرفتم باد نندازه موتور. اوضاع خیلی خیته، خیلی. ولی ما میریم شدم. دو ساعتی فکر کنم رو موتور بودیم، اصلا نتونستیم پیاده شیم و اومدیم رسیدیم به اول آزادراه تهران شمال که اینجا پلیس نذاشت ما بریم و الان باید برگردیم بریم به سمت جاده چالوس قدیم، که از جاده چالوس قدیم بریم اینجا. راستم گفتم بزرگراه آزادراه و موتور ممنوعه، ولی ما دیگه داریم به شب هم میخوریم، هوام داره سرد. یه بارون خیلی بدم خوردیم، مقصد که راه هم اشتباه رفتیم، به جایی که بریم از سمت تهران ساقه شهریار رفتیم تهران ساقه پرند، اونجا هم کلی مسیر دور شد، هم خیلی بارون بدی خوردیم. الان هم داره هوا سرد میشه، این روکشای روی چیزو بپوشیم، مال این لباس که اگه بارون دیگه ای هم خوردیم بهتر باشه. البته پانچ هم داریم ولی فعلا پانچ رو نمیپوشیم. فکر کنم اول جاده چالوس باید بریم یه جا بخوابیم اقامتگاه جایی، چون الان داره شب میشه، خطرناک جاده چالوس. دیگه فردا بریم شب، بریم لباس بپوشیم. کجا هست لباس ها؟ این زیره آیا ما رسیدیم اول جاده چالوس و خیلی قشنگه. شب رسیدیم و به خاطر همین و چون دوست داریم جاده چالوس رو ببینیم و شما ویدیو بگیریم، تصمیم گرفتیم بریم یه جا بخوابیم، فردا صبح تو روز حرکت کنیم که نور خوبی داشته باشیم. و حالا خطرناک هم هست بالاخره جاده تو شب، ما بلد نیستیم جاده رو، باید تو روز بریم به تراش. فاطمه رو اونجا میبینید که استطاعه کرده که تو ویدیو مشخص نباشه و آخر من میارم تو ویدیو مطمئن باش. بهمون گفتن که برید سد کرج، بعد از سد کرج اقامتگاه و اینا شروع میشه. ویدام هست ولی ویدا گرونه، خدایی باید سفر اقتصادی باشه، ویلا بگیریم هر شب ورشکست میکنیم. بریم اینجا پیدا کنیم بمونیم. خب ساعت 10:30 شبه و ما هنوز داریم تو جاده چالوس جاده قدیم ادامه میدیم. یکم هوا سرد شد، یه نم بارونی هم گرفتیم، تا کجا میتونیم ادامه بدیم؟ تا خود نوشهر میتونیم بریم یا نه؟ اینجا وایسادیم یه چایی بخوریم گرم شد، اتفاق باحالی افتاد. با اینکه وایسادم دو ساعت حرف زدم، آدرس گرفتم و فلان و اینا، آخرش بهش گفتم که من یوتیوبرم و گدارمت گیری پاش، گفتم دمت گرم. این همه ما حرف زدیم آخر کار میگم و اول میگفتیم، ولی باحال بود. آقا بریم ببینیم به کجا میرسیم، دوباره به تو خبر میدم. خب آقا به یه مشکلی خوردیم، موامو تخ شده. یکم دیگه ما اومدیم جلو یه 20 دقیقه و مشکلی که الان داریم ترمز الان کلا ول کرد، به خاطر اینکه اینجا دونه تسبی شده، دارن با فاصله خیلی کم میرن، ترمز عقب ول کرده، باید یکم وایسیم خنک شه دوباره ترمز داشته باشیم بعد بریم. خب آقا ساعت 12:20 است و ما 40 دیگه داریم تا نوشهر. من اینقدر حال نرم که حال نرم این میکروفونم دیگه بذارم روی عقم، گرفتم دستم حرف بزنم، آتی هم اونجا قصه افتاده و دیگه باید بریم تا نوشهر. دیگه گیرمون نیومد اقامتگاه، مثلا همینجا حالا اومدیم یه سویت داریم، یه رخت خواب نداریم. از شبیه خدا تا منم میخواد چیز کنه، بریم برسیم به نوشهر، چیز دیگه نمونده.
آیستادیم یه چایی بزنیم و هوا خیلی بهتر شد. اولش خیلی هوا سرد بود، الان هوا عالی شده، یعنی خیلی وقته بعد که زنجیروار هم داشتیم میومدیم و بریم به ادامه مسیر. خیلی تجربه باحالی بود، شب تو چهارروز خطرناک هم بود ولی خیلی تجربه باحالی بود، واقعا یکی از بهترین تجربه هم تو زندگی بود. خیلی مخلصم، بریم برای ادامه مسیر. کیفیت تصویرم خیلی بده ولی دیگه ساعت 2:45 شبه، ما رسیدیم نوشهر، داشتیم دنبال ویلا میگشتیم یا سویت که به بدبختی یکی پیدا کردیم. همون اولی هم که وارد شهر شدیم، غیر از اینکه قبلش یه نم بارونی خوردیم، یه بارون سفت خوردیم، یعنی خیس آبیم. حالا اگه شد با گوشی چند تا ویدیو میگیرم که این خیس بودن اونو نشون بدم کیفیت داشته باشه. و دیگه داریم میریم سمت سویت، به سختی هم اعتماد کردیم، هنوز هم مطمئن نیستیم. و اینکه دمتون گرم، روز اول انقدر بارون خوردیم که نتونستیم از تو خونه جون بخوریم و خدا رو شکر کردیم که جاده چالوس رو دیشب هر موقع هم شد اومدیم، وگرنه امروز این بارون پارمون میکرد. امروز اولین روزی نیست که ما نوشهریم و قرار بود امروز بریم پیش علیرضا که موتور رو درست کنیم، ولی متاسفانه تراشکاری یا تعطیل بود، پس تصمیم گرفتیم بیایم اینجا. الان نوشهر هم نیستیم، نمک آبرودیم. اومدیم شهرک نمک آبرود که بریم ترکابیم، بریم کارتین بگردیم، بازی کنیم. امروز با حاله، سابسکرایب یادتون نره، این ویدیو رو هم لایک کنیم، بریم نمک آبرود رو بگردیم. خب آقا ما بلیط تلکابین رو گرفتیم 190 تومن، این دو تا 190 تومن، و اشتباه کردیم که جمعه اومدیم. چرا؟ چون خیلی شلوغه اینجا و تلکابین دو تا خط داره، خط یک قرمز است که 1000 متر ارتفاع رو میره، تو 13 دقیقه میره و هم بیشتر از مناظر میتونی لذت ببری، ولی متاسفانه کنسل امروز، تعطیل. فقط خط 2 بود که ارتفاع کمتری ها میره، تو 7 دقیقه میره، ولی دیگه چاره این نبود و باید بریم. 1.5 ساعت هم باید منتظر باشیم بعد بریم بالا. اومدیم برای تلکابین خط 6 و خیلی شلوغه، خیلی شلوغه دیگه، کاش جمعه نیومده بود. اگه میتونید وسط هفته بیاید خیلی بهتر. خیلی پشیمونیم که توی این شلوغی اومدیم تلکابین، خیس عرق شدیم با این لباسا، ولی دیگه چاره ای نیست، باید بریم. قشنگ حس زامبیا تو واکینگ دد بریم دست رو بین این حسارا، ولی دیگه چاره ای نیست. یه کمه دیگه هم داریم سوار بشیم، ولی فکر نکنم ارزشو داشته باشه. بعد از سوار شدن نظر بدم باز.
خب ما رسیدیم بالای قله و واقعا ارزش این همه صبر کردن رو داشت. اگه خلوت بود بهتر بود، ولی ارزش صبر کردن رو داشت. جای خیلی باحالی، هوا خیلی خوبه، هوا خیلی خنکه. آخر یه جای هیجان انگیز پیدا کردیم که بریم این چیز هیجان انگیز رو تست کنیم. ما نمیذاره ویدیو بگیریم و چون ویدیو نمیذاره بگیریم ما نمیریم. یعنی اگه یه چیز با شما شریک نشم خودم هم نمیرم. جذاب‌ترین قسمتش تلکابین بود. این بالا یه جنگل باحاله که خیلی جاهای شما میتونید اینجا رو ببینید، ولی قسمت تلکابینش خیلی جذاب‌تر. اونجا حالا اونو گرفت، نذاش بریم یه ویدیویی بگیریم. مثلا حالا این که با بند اصلا حالمونو گرفت، نذاش با تجهیزات ویدیو بگیره. زیپلاین بود، آره حالگیری بود. ولی دوباره میاد تلکابین، بریم پایین، بریم کارتینگ و سورتمه و توی هیجان انگیزش برو بریم. واقعا تلکابین خیلی خوب بود، خیلی حس خوبی داشت، ولی یه بدی داشت، این که کل تایم روزمون رو گرفت. دیگه نور نداریم بریم در بقیه جا، ولی ببینیم میتونیم کجا ویدیو بگیریم، باز کجا رو بریم، برو بریم. خب آقا تلکابین کل وقت ما رو گرفت، ولی ارزش رو داشت. واقعا بهترین جای نمک‌آب بوده و ما گذاشتیم اول از همه بریم، چه تصویرهای خوبی هم گرفتیم. ولی متاسفانه جمعه اومدیم خیلی شلوغ بود، خیلی تو صف وایسادیم، چه رفت چه برگشت، برای پایین هم که می‌خواستیم بریم کلی تو صف وایسادیم، دیگه نتونستیم به جای دیگه مثل سورتمه و کارتینگ و اسواری و اینا برسیم. و نمیتونم من بیشتر برای نمک‌آب رو تایم بزنیم، باید بریم به جای دیگه برسیم. حالا اگه دوست داشتید به نمک‌آب رو سر بزنید، یه جورایی یه من پارک بازی باحاله و جای خیلی دوست داشتنیه. دو تا ویدیو دیگه بهتون پیشنهاد میکنم که هر کدوم دوست داشتید ببینید، سابسکرایب کنید. ما دیگه کم کم میخوام بریم موتور رو درست کنیم، بریم به کمپ جنگلی اگه شد بکنیم توی کلبه ای، بریم سمت ساری از جاده کناره و بریم ببینیم چی میشه. بدم